قدرت نداشتن میرابل از مجازات مادر بزرگش بوده. سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حدیثم و خوش اومدیم به چنل موویشن. امروز میخواییم با همدیگه یه سری فرضیه رو بررسی کنیم که چرا میرابل قدرت نداشت. چند تا فرضیه واسهش هست که مخاطبا گفتن یا خود کمپانی گفته که ممکنه اینجوری باشه. ما میریم با همدیگه بررسی کنیم که ببینیم دلیل اصلی چی میتونه باشه. شما آخر ویدیو توی کامنت ها بهمون بگید که به نظرتون کدوم یکی از این فرضیه ها درست تر بود. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد سابسکرایب یادتون نره، زنگوله هم فعال کنید تا از ویدیو جدیدمون با خبر بشید. برو بریم. اول یه خلاصه ای از داستان انیمیشن رو بهتون بگم که هم یاداوری بشه واسه کسایی که انیمیشن رو دیدن و هم کسایی که انیمیشن رو ندیدن بفهمن داستان چیه. سیسیلیا افتاب was given their own magical gift. I understand you. داستان راجب یه خانواده به اسم مادریگاله که توی کوههای کولومبیا زندگی میکنن و کل این خانواده، هر شخص این خانواده یه جادوی خاص داره که میتونه باهاش جادو کنه و یه قدرت ویژه خودشو داره، به جز یک نفر توی این خانواده که هیچ قدرت جادویی نداره و یک انسان معمولیه و خودش هم از این موضوع ناراحته که پی اتفاقاتی میفهمه جادو در معرض خطره و باید نجاتش بده. بریم سراغ فرضیه هامون. فرضیه اول، خب ما میدونیم موقعی که هر شخص میخواست جادوشو بفهمه یه مراسم براش میگرفتن و یه جشن میگرفتن، کل مردم شهر رو دعوت میکردن تا ببینیم اون هدیهی که به اون بچه داده میشد جادوش چیه. و همچنین اگه توجه کرده باشید تمام اشخاص موقعی که میخواستن هدیهشون و جادوشون رو دریافت کنن اول شمع رو لمس میکردن و بعد در رو باز میکردن تا ببینن جادوشون چیه. حتی توی مراسم آنتونیو پسردایی میرابلم میبینیم که آنتونیو شمع رو لمس میکنه و در رو باز میکنه، اما میرابل وقتی که شمع رو لمس میکنه بعدش با لباسش دستش رو پاک میکنه و بعد در رو باز میکنه. یه فرضیه میگه که شاید اون شمع جادو توی دستشون به وجود میابرده و اونا با باز کردن در جادوشون رو میگرفتن و قدرتشون رو پیدا میکردن. و خب میرابل بعد از لمس کردن شمع دستشو پاک میکنه و یهو میبینه که در ناپدید میشه و خب شاید دلیلش همینه که جادویی نداره و نمیتونه قدرتی داشته باشه. شاید به نظرتون این فرضیه مسخره بیاد و بگید نه بابا این چه فرضیه مسخره ایه، مگه اینجوری میشه؟ ولی فرضیه های بعدی جالب ترن، بریم بشنویمشون. فرضیه دوم، میرابل خودش معجزه اصلیه. خود خانواده نمیدونن که ریشه ای که این جادو بهشون هدیه داده شده از کجاست، بنابراین هم نمیتونن حدس بزنن که چرا میرابل قدرتی نداره. خاطر همین مادر بزرگ فکر میکنه که جادو داره از بین میره و داره اتفاق بدی میفته و میرابل باعث اینه که جادو از بین بره و میرابله که جادو توی خطر میندازه. ولی در واقع باطن داستان میتونه به ما بگه که میرابل خودش منبع جادوه. آخر انیمیشن وقتی خونه رو دوباره ساختن، خونه یه خونه معمولی بود و قدرت جادویی نداشت، ولی میرابل تونست فقط با گرفتن دستگیرش اونو دوباره به یه خونه جادویی تبدیل کنه مثل قبل. یه دلیل دیگه هم که میتونیم بگیم میرابل خودش منبع جادوه لباس خانواده است. خب ما میبینیم که لباس هر شخص خانواده به جادویی که داره مربوط میشه. مثلا ایزابلا خواهر میرابل چون جادوش قدرت گله و گل به وجود میاره، روی لباسش طرح و نقشه گلای مختلفیه. و یا خالش پپا یقه لباسش مثل خورشید، گوشواره هاش شکل خورشیدن چون میتونست با احساساتش آب و هوا رو کنترل کنه. یا پسردش کامیلو عکس آفتاب پرست روی لباسش داشت به معنی رنگ و شکل عوض کردن، چون پسردش میتونست که خودش رو شبیه هر شخصی که میخواد در بیاره. و همینطور بقیه اعضای خانواده که هر کسی لباسش مربوط میشد به همون جادویی که داره. و خب ما لباس میرابلو که ببینیم میبینیم که پر از طرح و نقشای گلدوزی شده است
که به کل اعضای خانواده بستگی دارد. روی شکل شمع ما یه پروانه میبینیم و لباس میرابل پر پروانه است که ممکنه به شمع و منبع جادو اشاره کنه، چون میدونیم که منبع جادوشون از اون شمع الهام گرفته میشه و خود مادر بزرگم اول انیمیشن به میرابل میگه که منبع این شمع منبع جادو ماست. و همچنین قدرت هر کدوم از اعضای خانواده هم روی لباس میرابل گلدوزی شده، مثل ابر و رنگین کمون واسه پپا، وزنه واسه خواهرش لویسا، گل واسه خواهرش ایزابلا و کلی طرح و نقشای دیگه که به هر کدوم از اعضای خانواده اشاره میکنه. و این موضوع میگه که جادوی میرابل خود معجزه است. و اگه یه سری به ویدیو قدیمی ما حقایق انیمیشن انکانتو بزنید، این موضوع رو با جزئیات بیشتری واسهتون توضیح دادم. فرضیه سوم، میرابل قدرت جادویی داشته اما ما متوجه نشدیم. میگن که قدرت میرابل توی ارتباط برقرار کردنش با کاسیتا مشخصه. کاسیتا هم که میدونید اسم خونشون بود. توی طول انیمیشن ما میبینیم که میرابل با کاسیتا حرف میزنه، باش میرقصه، بازی میکنه و ازش کار مختلفی میخواد که براش انجام بده، ولی نمیبینیم که بقیه اعضای خانواده هم این کار رو انجام بدن. چرا؟ بقیه اعضای خانواده رو میبینیم که از قابلیت‌های خونه استفاده میکنن، اما هیچ کدومشون مثل میرابل با خونه ارتباط نمیگیرن، باش حرف نمیزنن، بازی نمیکنن یا یه کارهای مثل این. و حتی آخر انیمیشن هم دیدیم که میرابل بود که دوباره خونه رو به یه خونه جادویی تبدیل کرد. فرضیه چهارم، قدرت نداشتن میرابل مجازات مادر بزرگش بوده. بعضی‌ها میگن که میرابل به خاطر مجازات مادر بزرگش قدرتی نداشته. به دنیا آمدن میرابل در واقع یه هدف خیلی اشتباه بوده. همونطور که دیدیم مادر بزرگ کل هدفش رو گذاشته بود واسه ازدواج کردن ایزابلا و به دنیا آوردن بچه و ادامه دار شدن نسلشون و به وجود آمدن جادوی جدید. و ما حتی ندیدیم که مادر بزرگ از خوشبختی ایزابلا با پسر حرف بزنه یا حتی بگه از پسر خوشش میاد یا نه. تنها حرفی که از اون میشنیدیم این بود که اون میگفتش که اینا واسه ما بچه های جدیدی به دنیا میارن که قدرت‌های جادویی خاصی به ما هدیه میکنن. به خاطر همین بعضی ها میگن که شاید پدر و مادر میرابل قصد نداشتن بچه سومی به دنیا بیارن و مادر بزرگ اونا رو تحت فشار قرار میده که شما باید بچه جدید به خونه اضافه کنید تا جادوی جدیدی واسه ما بیاره. و قدرت نداشتن میرابل یه گوشمالی و یا حتی مجازات واسه مادر بزرگ بوده که دست از خودخواهیش برداره. خب بچه ها به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اینجا دو تا ویدیو دیگه بهتون معرفی میکنم که اگه دوست داشتید حتما یه سری بهشون بزنید. حقایق انیمیشن انکانتو و بهترین دنباله های کمپانی پیکسار. خیلی دوستتون داریم. فعلا.